خوش آمدید میگم همه را. و یک چیزی که عرض بکنم استادم، کار دین همیشه همه تو مشکلات و سختی و یکان فراز و نشیب دارد. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه که صبور باشه و توفیق را الله عنایت بکنه که مخلص شوی و مخلصتر شوی. من به باور هستم که خداوند متعال همیشه کارای نیک را ضایع نمی کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. و باور من همیست که هم در دنیا انشاءالله خداوند متعال پاداش می دهد و هم در آخرت. کار ما شما می خواد بود که تلاش بکنیم و زحمت بکشیم که دین خدا را طوری که شایسته است برای مردم بگوییم و نصرت را از الله بخواهیم. یگان فراز و نشیبی که می آید این سبب ضعف ما نشود، سبب دلسردی ما نشود. در طول مبارزه که انسان زندگی می کند، رسول ما علیه السلام اسوه ما و شماست و او رهبر ما و شماست. می بینیم که خداوند متعال همیشه اونا را هم امتحان کرده است، اونا هم مشکلات دیدند. و فکر میکنم که هیچ کار دینی به مشکل نخواهد بود، ولی راه های را باید جستجو بکنیم که بتانیم آسان و ارزان و مقبول در نشر دین، در حفظ دین، در گسترش دین و حمایت دین اقدام بکنیم. من فکر میکنم که یک روزی بود که یادم نمی رود، یک کمره داشتیم بسیار زیاد کوچک. ما اون نشرات میکردیم و او همیشه گای عرق میگرفت، شلون باز کار نمیکرد. یادم هم میاد. خواهیم امروز الحمدلله به می حمایت مسلمان ها و دوستا دارای یک مرکز خیلی خوبه با امکانات بسیار خوبی وجود داره. بنان ما تشکر میکنم از تمام دوستای عزیز ما که در طول عزیز سالها با پیمان پروڈکشن کمک کردن، حمایت کردن و می نقاطی که شما عرض کردین و می خدماتی که عرض کردین، این کلش در حقیقت امو نتیجه حمایت مسلمان است. باور می است که هر قدر انسان پیش می رود باز میدان باز شدن می رود. اگر ما اون روزهای اول را در نظر بگیریم ما موفق هستیم دیگه، ولی اگر پیش میایی امروز همه نقاط را که شما عرض کردین که می کرده در حقیقت میدان را کلان کرده. میدان که کلان شد مصرف زیاد می شود و مصرف تویز که باید و مو تناسب باید باشد و تناسب خدمات. بنابراین من به عوض ازی که گله بکنم، با تشکری که از دوستان میکنم، با حمایتی که دوستان کردن، میخوایم که پیمان پروڈکشن در یک صفحه بالاتر قرار داره و خدمات ارزشمندی بزرگتر را انجام داده است. بیشتر درسای ما را میگرفت، آلی الحمدلله درسای یک جمعی از بزرگای دیگر را میگیرند که در پهلوی ما نشستند و این معنای ای را میدهد که کار پیمان پروڈکشن بزرگ شده. حمایت قبلی محدود بود، حالا باید حمایت بیشتر شد. من تشکر میکنم با این وضعیتی که است و خواهش من ایست که خدماتی که عرضه می شود یا عرضه شده بسیار قیمتی است. مثلا اگر ما شما می بینیم در درس تفسیر قرآن کریمی که امین ما داشتم، فکر میکنم 10,000 نفر بیننده داشت. بس حالا فکر بکنین که 10,000 نفر درس قرآن کریم را میگیرن و مشنون. و دیروز بر ما بسیار جالب بود، یکی از جوانای از خانواده های بزرگ هستن و به اصطلاح در حکومت هم مردم های بسیار کلان هستن، او با ما تلفن کرد که ما میخوایم که یک چند دقیقه امرایت صحبت بکنم. با ما تجربه آور بود، ما گفتم خوب هستن. گفت کجا بیایم؟ من خانه هستم. خانه تشریف آوردن و گفت که من درس تفسیر قرآن کریم شما را تعقیب کردم و دیگه نتانستم بگم که
همراهت یک چند دقیقه نشینم، فقط آمدم که همراه چند دقیقه بشینم. این چی معنا میدهد؟ معنا میده که یک چیزی بود که تانست ما در خانه های مردم داخل شویم و با مردم ارتباط داشته باشیم. پس امیدوار به این هستم که به عوضی که ما ایتو بگویم که همکاری صورت نگرفته، من میگم بسیار زیاد همکاری صورت گرفته و همه کاریم که شده این در حقیقت کار همین مردم افغانستان است. الله برشان اجر بدهد و سعیشان را الله مشکور بکنه و خدمات که کردن الله او را به درگاهش قبول بکنه. کار ما بزرگ شده، کار که بزرگ شده و اگر میخواین با این شکل بزرگترش بکنیم، مقبولترش بکنیم، درستترش بکنیم، انتقادات و پیشنهاداتشان را بپذیریم، به حسب توانشان خدمات برشان عرضه شود، باید بیشتر حمایت بکنه و مرکز را بیشتر حمایت بکنه. من به یقین دارم که انشاءالله مردم افغانستان ایران نادیده نخواهد گرفتن و هیچ وقت مایوس هم نشوین. انشاءالله خداوند متعال داری خیر هم مگذاره و می که یک مجلس را گرفتیم در ایجا نشستیم، آمدن ما به خاطر امی است که برای مردم افغانستان ایران بفهمانیم که یک کار دینی عظیمی صورت گرفته و شما باید در عقبشان باشید. چیزی که من عرض میکنم ایست که من بس از اوقات دوستان میبینم که یکان برکت خودت فکر میکنن که ای من خود زیاد پیسه ندارم که زیاد کمک بکنم، صحیح شد نه؟ و کم پیسه خود را یک نوع کوچک فکر میکنم، خیلی نشانه تو میگه که اگر من کم کمک بکنم وازی دیگه کجا را خواهد گرفت. ایتو نیست. ما 10,000 نفر بیننده در بخش تفسیر قرآن کریم داشتیم. اگر اینها یک نفر کمک بکنه همه مشکل بده، صحیح شد؟ یک نفر کمک بکنه یعنی روزانه یک نفر در یک ما 30 روپه می شود، این رو کمک بکنه مشکل حل می شود. تقاضای ما این است که لطف بکنین حساب بانکیتون را باز بکنین، او را به مسلمان ها پیشکش بکنین، معرفیش بکنین و هیچ برادر ما ولو که یک دلار کمک میکنه او را کوچک نشماره و او را برای از این مرکز ارسال بکنه. و من یقین دارم که انشاءالله به این شکل ما بهترتر و خوبتر و زیباتر میتونیم حفظشان بکنیم و الله متعال توسط امی نشر از این پیام ها در بسا از خانواده ها، در بسا از شخصیت ها، در بسا از مردم که یا از دین مایوس بودن یا به سبب نافهمیدن دین کار غلطی را می کردن یا شوق علاقه با عمل و ارزش های اسلامی را نداشتن، در اونها تغییرات آمده و صالح شدن، مصلح شدن. این بزرگترین خدماتی که ارزش شدن. من در اخیر باز هم تشکر میکنم از تمام برادر و خواهرایی که خدمت کردن، از شما هم تشکر میکنم و امیدوار هستم که کمک ولو کوچک بوده باشه دریغ نکنن و این کمک ها اگر با اون منزوای گذشته بوده باشه خب کافی است اما تو یک کار خرطرک بکنه خوب است، چون کار بزرگ شده حمایت هم باید بزرگتر بوده باشه تا نتیجه مثبت و خوبتر دست پیدا بکنیم. و جزاکم الله خیرا. نعیم خان بیشتر بین شما باش که نعیم خان سب ایره مسلکی قایم کنه که نفته بود جناب استاد شما میتونم که بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب قارصف اللهم طال نیک مبارک بگردن انشاءالله و نسب دوباره از این به معنای تجدید تعهد است انشاءالله. همه ما هم علما تعهد کردن به این مورد که انشاءالله همکار مادی و معنوی هستن و همه دوستا و مسلمانی که در چیل داخل کشور که در خارج کشور است انشاءالله به معنای تجدید تعهد دوباره است و به اساس اصراری که استادا داشتن و تقاضایی که استادا داشتن الحمدلله پس دوباره این لوحه نصب شد با امید از اینکه انشاءالله ما روزه باشه که لوحه تلویزیون پیمان ما مده نصب کنیم انشاءالله و برنامه ما شما بزرگتر و کلانتر شوه. الله مطالبه همه ما شما توفیق نصیب بگردونه که انشاءالله همیشه در پاهوی از چنانچه که استادا بودن
و همیشه هم متوجه باشیم، چنانچه که استاد مجیب جان گفتن که تنها پیمان پرودکشن مربوط به استاد مجیب جان نیست، یعنی جمع علما و جمع علمایی که حتی در ولایات هستن، چنانچه شما قاضی صدر گفتین در هرات هستن، تشریف نتونستن آوردن، یا دکتر سبی نیازی که پیش دکتر هستن و هم تشریف می آوردن و ما برنمایندگیشن آمدم و گفتم که ما امرای شما هستیم انشاءالله و دیگران هم دعوت میگیریم که در این کار خیر صحیح میشون انشاءالله و دمو بخشی که اگر عالم نمیشیم، متعلم شویم، نمیشیم، خادم شویم، چارم نشیم که باز هلاک میشیم. الله مطالب شما از هلاکت نجات بده انشاءالله. همه ما امرای شما هستیم. الله مطالب همه ما شما توفیق نصیب بگردن. اللهم وفقنا الى الحق و الى طریق مستقیم. اللهم وفقنا الى الحق و الى طریق مستقیم. اللهم وفقنا الى الحق و الى طریق مستقیم. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. الله يجمع رب الجلال إن شاء الله.